نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه نهم ذی‌الحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جایگاه و علم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: بر اساس منابع معتبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مقام عصمت کبرا برخوردارند و فضایل و کمالات ایشان همانند فضایل دیگر معصومین علیهم السلام است و برای تولدشان به خاتم پیامبران رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بشارت داده شد: انا اعطیناک الکوثر، و برای تو خیر فراوان عطا کردیم. معظم الله در ادامه با اشاره به اینکه آنچه که در قرآن تحت عنوان امام مبین آمده مراد از آن 14 معصوم علیهم السلام هستند که همچنین از ایشان به عنوان مظهر اسماء الهی یاد شده فرمودند: البته علم 14 معصوم علیهم السلام علمی متفاوت است و علم هیچ کس در دنیا همانند علم ایشان نمی شود، اما قدری از علم خاص مربوط به معصومین علیهم السلام به حضرت زینب و حضرت عباس سلام الله علیهما رسیده، اما طبعا در حد 14 معصوم علیهم السلام نبوده است. ایشان با تأکید بر اینکه عصمت کبرا فقط شامل 14 معصوم علیهم السلام می شود فرمودند: حضرت زینب سلام الله علیها معصومه به عصمت کبرا نبودند، چرا که عصمت در 14 معصوم علیهم السلام منحصر است، اما مراتبی از عصمت صغرا بدون شک در ایشان وجود داشته است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با جایگاه و مرتبه معصومین علیهم السلام فرمودند: 14 معصوم علیهم السلام در همه چیز با یکدیگر یکسان هستند مگر در دو چیز. اول نبوت که خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، و اگرچه جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها نازل میشد و بر امیرالمومنین صلوات الله علیه هم نازل میشد و بر امام حسن عسکری علیه السلام هم نازل میشد، اما نزول او به عنوان وحی و نبوت بر ایشان نبوده، لذا نبوت خاص پیامبر اکرم بوده و 13 معصوم دیگر نبوت ندارند. معظم الله در رابطه با تفاوت دوم معصومین علیهم السلام فرمودند: فرق دوم این بزرگواران درجات ایشان است که پیامبر اکرم از 13 معصوم دیگر افضل هستند و امیرالمومنین از 12 معصوم دیگر افضل هستند و حضرت زهرا از 11 معصوم دیگر افضل هستند و امام حسن مجتبی از 10 معصوم دیگر افضل هستند و امام حسین هم از 9 معصوم دیگر افضل هستند و هاکذا. در روایات آمده که امام زمان سلام الله علیه از 8 پدر خود افضل هستند، لذا فرق میان معصومین علیهم السلام فقط در این دو جهت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. مراد از امام مبین 14 معصوم هستن همشون، فقط نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها یادم نیست کلمه امام تعبیر شده، چون آخه امام کسیه که تصدی میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها تصدی نداشتن. امام المبین یعنی پیغمبر خدا در زمانی که تشریف داشتن در دنیا و بعدش امیرالمومنین و 11 فرزند. هر دوش درسته، هم این هم اون، و قاعدش مقتضای جمع بین این دوتا که هم اون درسته هم این، این است که اسماء الله اسماء خدای عز و جل نسبت به نحن اسماء الله و امثال این چند تا روایت هم هست، اینه که اینا مظهر هستن.
بله همین، یعنی این میشه مظهر، اینا میشن مظهر، اینا خدادادیه پس میشه مظهر، یعنی مقتضای جمعش اینه دیگه.